برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بررسی ها نشان می دهد نزدیک به 3,300,000 نفر از کسانی که در پاییز سال گذشته شاغل بودند در پاییز امسال دیگر دارای شغل نبوده و بیکار شده و یا از جمعیت فعال اقتصادی خارج شدند. کل جمعیت حاضر در سن کار یعنی 15 ساله و بیشتر در پاییز امسال 63,886,000 نفر برآورد شده که از این تعداد حدود 26,207,000 نفر تمایل به کار کردن دارند. بررسی ها نشان می دهد 2,136,000 نفر از کسانی که در پاییز امسال جویای شغل بودند نتوانسته برای خود شغلی دست و پا کنند. به عبارت دیگر نرخ بیکاری در پاییز 8.2% بوده است. نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته 8.9% بوده که این امر نشان از کاهش این شاخص در پاییز امسال دارد. رسانه‌های خبری مخالف حکومت سعودی از انتشار یک بیانیه مشترک از سوی 25 سازمان حقوقی و بین‌المللی مراکشی، مصری، عربستانی و آفریقایی درباره حسن آل ربی، زندانی شیعی محکوم به اعدام در عربستان خبر دادند. گفته می‌شود این جوان فعال شیعی که از سوی دادگاه‌های آل سعود به اعدام محکوم شده در فرودگاه بین‌المللی شهر رباط پایتخت مراکش بازداشت و بر اساس حکم صادر شده توسط دادگاهی در مراکش قرار است به نیروهای امنیتی سعودی تحویل داده شود. سازمان حقوق بشری القسط در مورد اعدام اعضای قبیله الهویتات توسط دولت سعودی به علت مخالفت با کوچ اجباری از زمین‌هایشان به منظور ساختن شهر نیوم رؤیایی بن سلمان ولیعهد سعودی هشدار داد. پروژه نیوم از پروژه‌های اصلی چشمانداز 2030 بن سلمان است که او ادعا می‌کند با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان و کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی اجرا می‌شود. مقامات سعودی با اعضای قبیله الهویتات که به طور مسالمت‌آمیز با ترک زمین‌های خود مخالفت نموده یا در برابر تخلیه اجباری آن مقاومت کردند به شدت برخورد کرده و بدون دادن غرامت کافی یا دادن مسکن جایگزین آنان را به طور غیرقانونی اخراج کردند.